با این جوانان وطن، این سربداران، ما را چه باکی باشد از این بیتباران؟ با این جوانان وطن، این سربداران، ما را چه باکی باشد از این بیتباران؟ اینان خس و خاشاک این خرگاه هستند، بیریشه تر از خار خشک شورزاران. لاحول از این قوم سراپا ننگ و نفرت، لاحول از این قوم سراپا ننگ و نفرت، نفرین به این ایمان و این ایمان مداران. ایران پرستان همچنان سردر گریبان، خون می‌خورند از جانب این جیر خاران. ایران پرستان همچنان سردر گریبان، خون می‌خورند از جانب این چیر خاران. هیهات اگر دامان جباران نگیرد، هیهات اگر دامان جباران نگیرد، خونی که می جوشد ز چشم داغداران. جان برکفان مستند از شهر شهادت، چونان ندا کم نیست با این بیشماران، چونان ندا کم نیست با این بیشماران. هو حق که تیری در نشیند بر نشانه، دست دعا بر آسمان دارند یاران. بادا که خونین باد جام این اراذل، بادا که خونین باد جام این اراذل، بادا که روشن باد بزم میگساران. این خطه نوشا، این خطه نوشا همچنان بر جای ماند، تا مهر هست و ماه هست و باد و باران. به نام خدای ایران و به نام ملت ایران و با درود به روان پاک جانباختگان راه سربلندی و استقلال ایران، برنامه در گذرگاه تاریخ رو می آغازم از تلویزیون پارس. چامه‌ای رو که در آغاز برنامه شنیدید از دوست ارجمند مهدی زکایی نوشا بود. خبری که پریروز در خور نگرش بود، خودکشی یا ترور دکتر رامین پوراندرزجانی بود، پزشک وظیفه‌ای که پزشک کشتارگاه کهریزک بود. این پزشک وظیفه که دوران خدمت وظیفه‌شو انجام میداد و 26 سالش بیشتر نبود، چند شب پیش ناگهان در رخت خواب خودش جان داد. رژیم مانند همیشه از برگزاری آیین سوگواری در محیط امنیتی به خانوادش اجازه نداد که پیکر این جوان رو کالبد شکافی کنن و مانند همه کارهای مرموز رژیم دامنه شایعات رو گسترش داد. دکتر رامین پوراندرزجانی روز سه‌شنبه در استراحتگاه خودش در ساختمان بهداری نیروهای انتظامی تهران در می‌گذرد. علت رو آخوندها سکته مغزی به سکته قلبی به هنگام خواب ذکر کردند و شایسته است بگم که این پزشک وظیفه‌اش شماری از قربانیان تجاوز و شکنجه رو در بازداشتگاه کهریزک ویزیت میکرده، از جمله شهید روح الامینی رو این پزشک ویزیت میکرده و مسئولین زندان اعلام کرده بودند که روح الامینی به علت بیماری مننژیت درگذشته، ولی این پزشک در گزارش خودش نوشته بود در اثر ضربه مغزی درگذشته. خب روشن از همون جا سند مرگ خودش رو امضا کرده. بعد او رو میگیرن، بعد از انتشار نظریه پزشکی قانونی که میگن در اثر مننژیت بوده که ساختگی بود البته، او رو به قید ضمانت آزاد میکنند، ولی چندین بار او رو برای بازجویی به قسمت دادسرای نظامی و پزشکی قانونی میبرند و ازش بازجویی میکنند.
روشنه که او به علت آگاهی از چند و چون ماجراهایی که در کشتارگاه، بهتره بگیم نه زندان، نه بازداشتگاه، در کشتارگاه کهریزک رخ میداده، بنابراین دیگه شایسته نبوده که او زنده باشه و تا پیش از مرگش هم به وسیله اشخاص ناشناسی تهدید به قتل میشده. با اینکه علت مرگ رو سکته قلبی دونستن، با این به خانوادش اجازه کالبد شکافی رو ندادن و فوراً او رو دفن کردن. اولین قربانی برگزاری دادگاه غیرعلنی بازداشتگاه کهریزک آقای دکتر رامین پوراندرزجانی شد. آقای خامنه‌ای گفتند که این استاندارد نیست، این پزشک هم مثل که جزء استانداردها نبوده. خبر دیگری که در زمینه ایران ما داریم، تا پیش از پرداختن به یک مسئله مهم قلب تاریخ و تحریف تاریخ، مسئله عقب افتادن به کار افتادن نیروگاه اتمی بوشهر که حدود 40 سال گویا، برای اینکه از زمان رژیم پیشین تا امروز این داستان نیروگاه اتمی ادامه داره و روس‌ها هر چند وقت یک بار یه تمدیدی می‌کنن برای 6-7 ماه، حالا بهانه‌های پول دارن، بهانه‌های نمی‌دونم اختلاف دارن. امروز که خنده‌دارتر این است که گفتن نه، علت تأخیر ما اختلاف در سال‌های شمسی و مسیحیه. خب اختلاف سال شمسی و مسیحی فقط 2 ماهه. به هر روی این بار تمدید و تعویق به کار افتادن نیروگاه اتمی رو زمانش رو براش تعیین نکردن، معلوم نیست که. طرف دیگه باز خبری امروز منتشر شد که آمریکا اعلام کرده که اگر ایران بخواد ما زمان بیشتری، مهلت بیشتری بهش میدیم تا اینکه پاسخ مرکز بین المللی اتمی دنیا رو بده در مورد دادن اورانیوم های غنی شده 75% و بعد بازگشت اون به ایران. گفتن ما این اولتیماتوم رو میدیم. توجه اگر داشته باشید که سالها و سالهاست، یعنی 7-8 ساله که مردم رو در جهان سر میدوانند که هی عقب میدازن، هی اولتیماتوم میدن، هی توپ و تشر میان و برنامه نظامی رو میذارن رو میزشون، هر رو میز میذارن تو کشو میز و دوباره کشو میز در میارن میذارن رو میز، این بار گفتن ما بازم اولتیماتوم بخواهیم میدیم. من گمان میکنم که هم دولت روسیه در مورد نیروگاه هسته‌ای و هم دولت آمریکا و فرانسه و انگلیس در مورد تمدید اولتیماتوم ها به این دلیله که منتظرن تا به میمنت و مبارکی با ظهور حضرت عجل الله تعالی فرجه به مناسبت ظهور ایشون این دوتا مشکل رو حل کنن و تا اون موقع مشکلات ادامه خواهد داشت. چند روز پیش تلفنی از ایران داشتم که همیهنی میگفت کتاب‌های درسی دبیرستان، دبستان‌ها و راهنمایی رو اینا دست بردن توش و عوض کردن. خب این خبر برای من تازگی نداشت، چون شنیده بودم که نام شاهان رو میخوان از تاریخ‌ها حذف کنن و پریروز هم یک، یعنی پریروز که نه، 10 روز پیش یکی از مسئولان وزارت آموزش پرورش ظاهر قضیه رو خیلی قشنگ درست کرده، گفته بود که برای شاهان تاریخ رو نساختن، مردم تاریخ رو ساختن، بنابراین ما ارجحیت رو به مردم میدیم. ظاهر حرف قشنگه ولی شاهان جزء تاریخن. سخن ملیون، سخن تاریخ دانان، سخن اونهایی که تاریخ رو دانش و علم میدونن اینه که تاریخ رو همه چیزش رو باید گفت. به هر روی هر شاهی، هر فرماندهی، هر امیری، هر اتابکی، هر کسی بخشی از تاریخ رو داشته، منتها تاریخ باید گسترده بررسی بشه، هم نقش مردم، هم نقش رهبر، هم تأثیر مردم در رهبر، هم تأثیر رهبر در مردم. نه این رهبر ها، این اسم، این فقط اسمش رهبره، ولی ما رهبر واقعی رو میگیم. به هر روی این رو من میدونستم، ولی اون بیننده از من میگفت نه آقا، من براتون این رو ایمیل میکنم
که ببینید چه تغییراتی در تاریخ دارن میدن و چه تحریفاتی در تاریخ میشه. اولا شیوه کار آخوند تحریف تاریخ. شما از آغاز اسلام بیاید بگیرید، به اون قبلش اینا کاری ندارن، اطلاعی هم ندارن، سوادش هم ندارن، ولی از زمان اسلام این ور در همون نخستین مرحله بخشی از تاریخ اینا حذف کردن آخوندها. حالا البته اون موقع آخوند نبود، ولی از زمان شاه عباس که آمدن این کارو بهش سر و صورت تاریخی دادن. یعنی پس از مرگ پیامبر ابوبکر و عمر و عثمان رو اینا یه خط زرد در روش کشیدن، گفتن علی بعد از پیغمبر. یعنی اون سه نفر رو مات کردن در تاریخ، اصلا حساب نمی کنن. از همین جا باید بدونید که آخوند اصلا خصلتش و سرشتش و تخصصش قلب تاریخ و تحریف تاریخ. و از چهار تا خلیفه فقط یک نفر اون علی رو قبول داشتن. حالا این ایمیلی که برای من اومده، نخست این که از هممیهنان خواهش میکنم اگر چنین چیزی هست، چون من انقدر برام این نوشته که ایمیل شده عجیبه که مگه میشه یک گروهی انقدر نادان و ابله باشن که بیان چنین تحریف تاریخی بکنن، خواهش میکنم از هممیهنان درون مرز که یا یک کتاب راهنمایی سال دوم راهنمایی رو برای من بفرستن، یا تلفن کنن و بگن از کجا میشه تهیه کرد، ما تهیهش کنیم ببینیم واقعا این مسئله هست یا نه. به هر حال چون مسئله رو از دو طریق به من آگهی دادن و سابقه تاریخی هم داره که آخوند کارش تحریف تاریخه، شاه عباس خونریزی رو که پسرانش رو کشت و کور کرد کبیر لقب بهش میدن چون آخوند رو پرورش داد، نادرشاهی که به جای شاه بودن یک قهرمان هست اونجور لجنش میمالن، انوشیروانی که 10,000 مزدکی برق به گفته برخی 100,000 تا به گفته برخی 60,000 تا مزدکی رو کشت عادل میدونن و از قول پیغمبر میگن که من افتخار میکنم که در زمان پادشاهی انوشیروان عادل چشم جهان گشودم. آقا پیغمبر انوشیروان چه میشناخت؟ اصلا انوشیروان شاه پیغمبر نبوده که، پیغمبر تو جزیره عربستان بوده، انوشیروان اینجا بوده. تمام اینا تحریف تاریخه. ما اینها رو چون سابقه داشته آخوند به این نکته ای که امروز میخوام بگم توجه کردیم. با این حال خواهش میکنم که این رو تاییدیش رو از ایران برای من بفرستم. در کتاب دوم راهنمایی اونطوری که برای من نامش اومده و تلفن کردن، دست به یک تحریف و سانسور عجیب تاریخی زده شده. حالا بگذاریم از اینکه نام شاهان رو برداشتن و بهانه‌شون هم همونطوری که گفتم اینه که مردم مهمترن، که عجب مردم رو مهم می‌دونن. در این کتاب عیناً چنین اومده، میگه تا قبل از ظهور اسلام، بینندگان ارجمند نکته به نکته این رو توجه داشته باشید که چه موزیگری‌های آخوند به کار برده. تا قبل از ظهور اسلام ایرانیان مردمی بدوی و بت‌پرست بودن، اصلا زرتشتی نبوده، اصلا میترائیستی نبوده، اصلا یهودی نبوده، فقط ایرانی ها بت‌پرست بودن تا قبل از اینکه اسلام بیاد، تازه در جزیره عربستان بیاد. با ظهور اسلام آوازه این دین پر از مهر و محبت خیلی زود به ایران رسید. حالا در اونجا پیغمبر ظهور کرده، دینش آورده، که حتی از مکه تا مدینه هم هنوز کسانی نبودن که مسلمان بودن، ولی آوازش رسیده به تهران و به ایران. ایرانیان که عاشق اسلام بودن، چجوری؟ اسلام که هنوز اونجا شروع نشده، چجوری عاشق اسلام بودن؟ شخصی به نام سلمان فارسی را نزد پیغمبر میفرستن و سلمان از پیامبر خواهش میکند تا ایرانیان را به عنوان مسلمان بپذیرند. در ایران نه پادشاهی بوده، نه سلسله نوشیر ساسانیانی بوده، نه حکومتی بوده. ایرانی ها از اینجا سلمان و فرستادن صاف رفته پیش پیغمبر، گفتن ایرانیان مسلمان کن. محمد که دارای قلب رعوفی بود با روی گشاده سلمان را پذیرفت و پذیرایی شایان کرد. خب اینجا ایرانی ها شدن بت پرست و نادان، التماس کردن به پیغمبر که ما را مسلمان کن، پیغمبرم سلمان فارسی رو پذیرفته. و به خواهش سلمان پیامبر
ایرانیان رو جز مسلمانان حساب کرد. مردم ایران به مناسبت این خبر خوش یک هفته تمام جشن و پایکوبی کردن. کجای تاریخ چنین چیزی ها؟ حالا برای اینکه به هر حال باید به عمر یه لجنی بمالن، چون اینا آخوندن دیگه، شیعن به اصطلاح ضد سنیان و مخالف عمر هستن، اینا چجوری قلب تاریخ کردن. مردم ایران به مناسبت این خبر خوش یک هفته تمام جشن و پایکوبی کردن و از پیغمبر خواهش کردن چند تن مسلمان را برای اداره امور کشور ایران و سایر موارد به ایران بفرستن. پس این جنگمنگی هنوز نبوده ها، پادشاه هم خواب بودن، کاری هم نداشتن. پیغمبر هم 7-8 نفر فرستاد که ایرانی ها را همه را مسلمان کنن. همون 7-8 نفر یه هم میتونه تمام فلات بزرگ ایران که افغانستان و بخارا و قندهار و قفقاز و بحرین و نمیدونم تا مدائن و تا پیشاور همه اینا بود، اون 4-5 نفر همه را یهو مسلمون کردن. چون بر اثر جنگ های بسیاری، اینجا رو خوب دقت کنید، چون بر اثر جنگ های بسیاری از جنگ ها بسیاری از پسران و مردان ایران کشته شده بودند، در نتیجه بسیاری از زنان بی شوهر و بسیاری از دختران فاقد خواستگار بودند و ایرانیان مسلمان شده هر یک 7-8 زن می گرفتن. اولین اثر اسلام این است که حالا دیگه هر کسی 7-8 زن می تونسته بگیره. ولی تعداد زنان و دختران آنقدر زیاد بود که با این وجود باز هم بسیاری از آنها بی شوهر ماندن. در نتیجه مسلمانان یعنی تازیان تصمیم گرفتن 10,000 زن را برای رسیدن به شوهر به شبه جزیره عربستان بفرستن، کاری که آقایون داره الان برای دبی میکنن. بدین ترتیب ریشه فساد در همون آغاز کار خشکید. پس چطور هنوز فساد هست؟ ریشه کاری که تو شما از آغاز با این خاصیت جامعه شناسی خودتون که دارید، ریشه کار از آغاز خشکوندی. حالا اینجا میاد یک تحریف دوم تاریخی میشه. پس از رحلت پیامبر، سه تن به اصطلاح یاران پیامبر حضرت علی را به گوشه‌ای کشانیدند. این گوشه رو فقط این آقایی که نوشته این تاریخو میدونه که اون گوشه کجا بوده که عمر و عثمان و ابوبکر علی رو کشیدن یه گوشه‌ای و بهش اینو گفتن. به وی گفتن ما میدانیم که تو نایب برحق پیغمبری، اما ما برای بیعت با تو یک شرط داریم و آن این است که به ایرانیان بگویید که دست از مسلمانی بکشن. چقدر حماقت! آخه این حیوان دوپایی که برداشته اینو نوشته نمیدونه که 1,350,000,000 مسلمان در دنیاست و نزدیک به 20 تا کشور مسلمان ما داریم که تاریخ اسلام رو در همه اونجاها نوشتن. در همه اینجا، از افغانستان و عراق و یمن و عربستان و سوریه و لبنان و اردن و همینطور پاکستان و غیره و غیره میگیرید، اینا تاریخ اسلام روشنه، چیزی نیست که با این اراجیف بخوان پرش کنن. آره علی رو کشیدن کنار، گفتن بله تو نایب برحق پیغمبری، اما برو بشو خلیفه، ولی ما از تو خواهش میکنیم یک کار کنی که ایرانی ها دست از اسلام بکشن. چرا؟ هیچ معلوم نی؟ جانشینان پیغمبر رو به اصطلاح دوستان پیغمبر میخوان ایرانی ها مسلمان نباشن. حالا این مقدمه رو چیز کرده برای اینکه جنگ ایران و عربستان رو توجیه کنه. حضرت علی به آن ستن گفت اگر عطارد را در دست راست و مریخ را در دست چپ من بگذارید، هرگز چنین کاری را نمی کنم و عطای خلافت را به لقای اون به خاطر ایرانی ها می بخشم. حالا میخوان علی رو خوب کنن. حالا کجا برن عطارد رو پیدا کنن بیارن بذارن کف دست آقا، بعد مریخ رو بذارن دست چپ؟ اصلا علی میدونست مگه عطارد هست مریخی هست؟ پیغمبر خودش اروپا رو نمیدونست کجاست. بدین ترتیب شخصی به نام ابوبکر به خلافت رسید، چون علی گفت من نمیخوام. پس دیگه مزخرف چرا میگین که حق علی رو خوردن؟ علی خودش گفته نمیخوام. و
به خلاف خواست علی شروع کرد به ایرانیان، به آزار ایرانیان مسلمان شده. ابوبکر شروع کرد به آزار. بعد از مرگ ابوبکر عمر به خلافت رسید و شخصی به نام سعد ابی وقاص را روانه ایران کرد. حالا تازه میخواد بگه که اگر عمر به ایران حمله کرد برای این بود که ایرانی ها مسلمون بودن و عرب و عمر نمیخواسته که ایرانی ها مسلمون باشه. آخه نادان، ابله، بیشتر از این من زبانم نمیره جلوی دوربین بگم، وگرنه از این بدتری. چه دردی داشت که بیاد بگه ایران مسلمون؟ این همه که کشتار میکردن عربا که عمر مسلمون کنن، حالا بیا عمر حمله کرده که ایرانی ها نباید مسلمون شن. چرا؟ چه سودی داشته؟ اینا بیسوادیه، اینا حماقته. یه آدمی که دست به تحریف تاریخ میزنه باید انقدر شعور داشته باشه، انقدر آگاه باشه، انقدر تاریخ بدانه که بدونه از کجا این نکته انحرافی رو پیدا کنه، نه به این گل و گشادی. به هر حال بعد از مرگ ابوبکر عمر به خلافت رسید و شخصی به نام سعد ابی وقاص را روانه ایران کرد. جنگ رو داره شروع میکنه به عمر، میخواد بگه عمر به ایران حمله کرد، ولی برای این بوده که ایرانی ها باید بیدین بشن، مسلمون نباشن، و به ایرانیان هشدار داد که دست از مسلمانی بکشن. اما ایرانیانی که تازه طعم آزادی، طعم شیرین اسلام را چشیده بودند، حاضر به قبول دعوت عمر نشدند. پس جنگ برعکس شد. عمر حمله کرده بوده به ایران که ایرانی ها رو مسلمون کنه، حالا ایشون میگه که نه، عمر حمله کرده بود که ایرانی ها رو کافر کنه. ایرانی ها گفتن ما نمیخوایم، ما میخوایم مسلمون بمونیم. خیلی حماقت. عمر لشکری را به سوی ایران روانه کرد و ارتش ایران به فرماندهی رستم فرخزاد در شهر مدائن به جنگ دشمن رفت و لشکر ایران دو بار لشکر عمر را شکست داد. لشکر اسلام را شکست نداد، لشکر عمر بوده، ولی در بار سوم شکست خورد و عمر شروع به کشتار ایرانیان مسلمان شده کرد. اما حتی یک ایرانی هم حاضر نشد از دین اسلام بازگرده. عمر که مستأصل شده بود گفت حال که ایرانیان حاضر نیستند دست از اسلام بردارند، باید دو برابر مالیات بدن. درست عکس مسئله که اگر کسی مسلمان نیست باید جزیه بده که خیلی سنگین هم هست، این عکسشه. باید دو برابر مالیات بدهند. اما شگفتا هیچ ایرانی دست از مسلمانی نکشید. عمر کتابخانه ها را آتش زد، مزارع گندم و جوی ایرانیان را سوزان، ولی باز هم اثری نکرد و ایرانیان دست از اسلام بر نداشتند. عمر که از مقاومت ایرانیان عصبانی شده بود، در حضور بسیاری از ایرانیان به پیامبر اسلام دشنام داد و او را عامل مسلمان شدن ایرانیان دانست. آخه این اصلا مبتدا و خبر به هم نمیخوره. حالا صرف نظر از اینکه یه یاوهی گفته که ایرانی ها مسلمان بوده، عمر خواسته مسلمان بشه، عمر چرا به پیغمبر فحش داده که اون اومده عامل شده اینا مسلمان بشن؟ مردی که استغفر، تو داری میگی که عمر یار پیغمبر بوده، چجوری میشه به پیغمبر فحش بده؟ حالا میخواد یه کاری کنه که اون کشته شدن عمر رو هم بندازه به این مسئله. ایرانیان که به پیامبر اسلام علاقه فراوان داشتند، به هیچ روی نمیتوانستند تحمل بکنند که شخصی به پیامبر اسلام ناسزا میگوید. یکی از دلاوران سلمان شده ایرانی به نام فیروز نهاوندی، همون ابو لولو، به محض شنیدن دشنام از زبان عمر به سوی او شتافت و با خنجری که در دست داشت به زندگی ننگین وی خاتمه داد. این رو داره آخوندی میگه که در بسیاری از کتابها به گفته بسیاری از تاریخ دانان عرب از پیغمبر نقل شده که گفته من خاتم النبیین هستم، ولی اگر بنا بود که پس از من پیامبری بیاید، اون جز عمر کس دیگری نبود. اینو
درد آخوند اینه دیگه، میخواد یه چیزی رو لجن میماله، گوشش بسته، چشش هم کوره، نمیبینه که تاریخ دانا چی گفتن. و بعدم فیروز ایرانی که به قول برخی ابولؤلؤ که او رو شجاع الدین ایرانی لقب دادن، شجاع الدین، این سر داستان دیگری عمر رو کشت. و اون این بود که این فیروز نهاوندی رو به عنوان غلام بردند و مغیرت ابن ابی شعبه این رو گرفت، خرید، شد غلام ایشون. یک دستوری است در اسلام که هر غلامی میتونه، هر برده‌ای میتونه خودش رو بخره، به شرط اینکه صاحبش راضی باشه به اون مبلغ. فیروز ایرانی آدم بسیار هنرمندی بود، از کار ساختمان سازی سرشته داشت، از کار نجاری سرشته داشت، هنرمندی بود واقعا. اومد به مغیره گفت من میخوام خودمو بخرم. سر خریدنش اختلاف حاصل شد. مثلا او گفت باید 300 درهم بدی، 500 درهم بدی، فلان قد. ایشون نداشت بده، کار کشید به داوری عمر. رفتن نزد عمر. عمر گفت تو چرا میخوای خودتو آزاد کنی؟ گفت من آدم هنرمندی هستم، میتونم برای خودم زندگی کنم و خودم رو اداره کنم، بنابراین میخوام بخرم خودم. گفت چه هنری داری؟ گفت مثلا میتونم آسیاب بسازم، میتونم ساختمان سازی کنم. گفت پس قدرت اینو داری که خودتو بخری، تو که این هنر داری خب بیشتر پول بده. گفت آخه من باید اول آزاد بشم تا بعد بتونم بخرم خودم رو. عمر گفت خیلی خوب، برای من یه آسیاب بساز. اولین کارت من به تو سفارش یه آسیاب میدم، برو آسیاب رو بساز و پولشو من میدم، البته نه اون مقداری که تو میگی ولی میخرم، تا بعد بتونی خودتو به این قیمتی که اربابت میده، صاحبت میگه، بتونی بخری. یعنی در حقیقت طرفداری کرد از مغیره. وقتی که فیروز ایرانی داشت از چادر عمر میومد بیرون، گفت آسیابی برای شما بسازم یا خلیفه که تا دنیا دنیاست بچرخه، و رفت. عمر به اطرافیانش گفت این آدم منو تهدید کرد. گفتن نه قربان، خواست خیلی بگه آسیاب خوبی باشه. رفت و دشنه تهیه کرد و آمد و دم در مسجد نشست. عمر که آمد بره برای نماز، حمله کرد و کشتش، و بعد گریخت و مردم ریختن، گرفتنش و کشتنش. حالا یه ایرانی پرید و زد چون عمر به پیغمبر فرشته. ببینید چقدر باید پرت و پلای کی بگه. پس از عمر آخرین بازمانده این قوم به خلافت رسید، منظورش عثمان، اسمش هم نبرده است، و او نیز راه خلفای پیشی را ادامه داد و سعی کرد که ایرانیان را از اسلام ببرد، اما مانند آن دو نفر قبلی نتوانست ذره ای از مهر و محبت ایرانیان به اسلام کم کند. خلیفه سوم نیز سرنوشتی بهتر از خلیفه دوم نداشت، و وی نیز به علت بی احترامی کردن به مقام پیامبر، همشون به مقام پیامبر بی احترامی کردن، تو هیچ تاریخی هم نوشته نشده جز این آقا که اینو نوشته، توسط یکی دیگر از ایرانیان دلاور کشته شد. عاقبت بعد از سالها انتظار امام علی به امامت رسید. آقای مهندس نصیری اگر آگهی چیزی هست لطف کنید بذارید، بعد تلفن استودیو رو هم، اتاق پخش رو هم باز کنید. خب از حالا تلفن، باز هم میگم اون تلفنی که الان روی پرده تلویزیون هست، تلویزیون دفتر بنه، اگر در مورد کتاب و پرسش‌های دیگری که هست به اون شماره زنگ بزنید، و سامان جان هم لطفاً تلفن اتاق پخش رو بزنن. به هر حال بعد از سالها انتظار امامت به علی رسید. امامت علی اوج شکوفایی و رشد ایرانیان بود. آقا ننوشته که وقتی که سپاهیان عرب حمله کردن به ایران و فارس رو گرفتن، دو ماه بعدش مردم استخر شوریدن و فرماندار عرب رو کشتن و شهر رو تصرف کردن. در اون زمان خلافت با علی بود. علی یکی از فرمانده ها و سرکردگان خشن و بیرحم رو فرمانده فارس و استخر کرد،
و با بیرحمی او در اونجا حکومت کرد و گفت انقدر نتونست در آغاز شهر رو بگیره. بعد قسم خورد که اگر شهر رو بگیرم از خون مبارزان اونقدر میکشم که از خون اونها آسیاب ها بگرده. خب این نادان اصلا نمیدونست که خون به مزگ ریختشه لخته میشه، ولی چون قسم خورده بود قرار شد که وقتی آدم ها رو میکشن آب هم قاطی خون بکنن و بیان آسیاب بگرده، یه لقمه نون بدن ایشون کوف کنه تا قسمش درست باشه. اینو نمی‌نویسه که اون رو علی ما چیز بود دیگه، خلیفه بود، فرستاده بود بر اونجا. ایرانی ها در اوج شکوفایی و رشد بودن. مردم ایران در این دوره در ناز و نعمت زندگی میکردن و کشور کاملا به آبادانی رسید و بنای بسیار در کشور ساخته شد. نمی نویسه که ابو مسلم ها بلند شدن علیه عرب ها، ابن مقفع ها بلند شدن، مازیار ها آمدن، استاد سیس ها آمدن، سندباد ها آمدن، بابک ها آمدن، یعقوب ها آمدن، امرولیس ها آمدن تا تونستن ایران رو از زیر چیرگی غازیان نجات بدن و پرچم خودسالاری ایران رو به زمین بکوبن. اینا رو اصلا تو تاریخ نیست اینا. به هر روی بناهای بسیاری در کشور ساخته شد، از جمله تخت جمشید. من نمیتونم باور کنم چیزی تو کتاب نوشته شده باشه، نمیتونم. به همین دلیل خواهش میکنم، من این رو چون تلفنی از ایران شده بود که گفتن هم چیزی هست و چون ایمیلی رسیده بود گفتم، ولی اینقدر حماقت و نادانی که بچه 7 سالم میدونه تخت جمشید به علی چه مربوطه. بعد 33 پل رو علی ساخته، شاه عباس نساخته، 33 پل علی، 40 ستون رو علی ساخته و بسیاری دیگر از آثار باستان ایران در دوران امام علی در ایران ساخته شده. الو بفرمایید. الو الو بله من به هر حال میبخشید تلفن ها باز شده بود ولی باید این مطلب تمام شد. خب پیش از این من برنامه هام رو بگم، یه دگرگونی جزئی شده توش. تاریخ برنامه زندهش چهارشنبه ها، همین امروز، اگر الان، اگر در روز چهارشنبه شما دارید این برنامه رو، تاریخ رو میبینید، این برنامه زنده است. از ساعت 6، از ساعت 7، ببخشید 8 تا 9 بامداد. تاریخ برنامه زنده چهارشنبه ها از 8 تا 9 بامداد و بازپخشش 7 تا 8 بامداد پنجشنبه ها، یعنی فرداست. بشنویم بیندیشیم بدانیم. برنامه زندهش آدینه ها ساعت 6 تا 7 پس از نیم روزه، که البته به جای بشنویم بیندیشیم بدانیم فعلا برنامه در پهنه بیکران زبان پارسی رو آوردیم. در هر حال در پخشش فرق نمی کنه، 6 تا 7 پس از نیم روز آدینه است، باز پخشش دوشنبه ها 8 تا 9 بامداد. الو بفرمایید. جناب آقای انقطاع، من انقطاع هستم، بفرمایید. جناب آقای انقطاع، درود بر شما. سلام عرض میکنم. درود بر شما. بر شما مزه. میخوام ببینم یک سوالی دارم، آیا سنگسار از کجا آمده و در قرآن هست یا نه؟ بله چشم. اولا سنگسار در قرآن نیست به هیچ وجه. ببینید نصف کار این آخوندها بر روی حدیثه، حدیثی که نه ریشش معلومه کجاست، نه معلومه دروغ گفتن یا راست گفتن، گفته شده چیزی یا نگفته شده. حالا فرض میکنیم حدیثی آوردن از امامی، مثلا امام جعفر صادق یا امام موسی کاظم یا یه امامی، که هر کسی که زنای محسنه کرد، یعنی زنای با زن شوهردار کرد، باید سنگسار شه. فرض میکنیم که این حدیث درست باشه. سخن یک امام نمیتونه سنت یک دین رو عوض کنه. امام رو که سنی‌ها قبول ندارن، بنابراین چی رو میان سخن یک امام رو میذارن سنت میگن، بعدم با اون وضع وحشیانه یه زن و مرد رو در خاک میکنن و بعدم قاعده میذارن که اگر تونستن در برن بخشودن. این چه گناهی است که اگه یارو بتونه دره دیگه بخشوده میشه، ولی اگه نتونه دره باید کشته بشه. بنابراین سنگسار نیست جزء اصول اصلی دین اسلام. از این مزخرفات در آخوندها زیاد گفتن، از جمله گفتم که
از قول امام جعفر صادق گفتن اگر یک نفر یک بار عرق خورد یا شراب خورد یا باده خورد این رو تازیانه بزنه، دو بار اگر خورد نمیدونم دستشو ببرید، سرشو نمیدونم بتراشید، چیکارش کنید، سه بار اگر خورد یعنی دو بار مجازات شد و ترکش نشد و دوباره خورد گرفتینش بکشیدش. آخه مگه فرمان قتل به این سادگی هاست؟ یک جانی رو که خدا میده جز خدا کسی حق نداره بگیره، مگر در مواردی که اون آدم جان یک انسان دیگر رو گرفته باشه، با خوردن باده باید کشته شه. چیه؟ آقای اسقر نمیدونم ابو فلان با از ابن فلان شنیده، ابن فلان از جد فلان شنیده، فلان از فلان از جعفر صادق شنیده، به همین دلیل جانی اشخاص میگیره. در آغاز انقلاب در کرمانشاه که دو تا این کارو کردن، بعد گندش در اومد، بعد ساکت کردن، مثلا سرپوش گذاشتن. بنابراین از این یاوه ها خوندها زیاد بگم و هیچ کدوم اینا، یعنی هیچ کدومش که نمیتونم بگم، ولی بسیاری از اونها در دین اسلام نیست و صحبت حرف بیخودیست. کما اینکه میبینیم در هیچ کشور اسلامی ما نمیبینیم که سنگساری باشه. اینها هم منتها خوی آخوند خوی درنده است. آخوند یه موجود درنده خویه، به هر چیزی که میبینه به درنده مربوط میشه میپذیره. هر کی فلان کار رو کرد علیه حکومت خدا برخواست، دست چپ و پای راستشو ببره. این چه منطقی هستن؟ دست چپ های راست دلیل بگین، دلیل منطقیش چیه؟ از این مسائل زیاد دارن آخوندها. زمانی که میبینن هوا پسه همه این کارا رو میکنن. از طرف دیگه زمانی که نیروی مردم به چرب دین اسلام دین رعفته، بیایم بشینیم صحبت کنیم، بیایم گفتگو کنیم، ما سر جامون بشینیم، شما کتک ها رو بخونیم، ولی با هم گفتگو میکنیم، نه این درست نیست. خب نکته جالب دیگری رو که من براتون میخوام بگم اینیست که حکومتی که اونجور تاریخ رو مینویسه، اونجور تاریخ رو تحریف میکنه، اونجور دروغ میگه، اونجور بر پایه احادیث بیخود دروغ، چون میدونی زمانی که پیامبر درگذشت، معاویه برای اینکه آلوده کنه مسئله رو، چون دشمن بودن دیگه، اینا این خانواده امویان با هاشمیان دشمن بودن، برای اینکه اینها رو لجن به مال این سنت رو یا هر چی هست، حالا در خودشون رقابت هایی که بوده به جای خود، اومد گفت هر کسی حرفی سخنی حدیثی از پیامبر داره بیاد به من بگه، در ازای هر حدیثی یک نهار بهش میدم. خب نهار معاویه معلوم بود خیلی چرب و نرم بود. در نتیجه سیل حدیث ها روان شد. من پاسخ این میهنه بدم. الو بفرمایید. درود بر شما آقای امتان. درود بر شما. مثلا مطلبی رو خدمتتون عرض کنم در ارتباط با اینکه سنگسار و این چیزایی که الان مطرح کردید که گفتید در اسلام نیست. بله. که حتی سنت هم قبول ندارن. بله. خودم مخصوب و اونجور چیزا. ببینید من 3 سال در دبی زندگی کردم. بله. و کسانی رو میدیدم که از عربستان سعودی میومدن. بله. میومدن در دبی و اونجا مشروب میخوردن. گفتم خب شما این کارا رو میتونید در چیز بخورید؟ گفت نه، این کار این مشروب خوردن اینا در اونجا قدغن هست. بله. در عربستان، در عربستان، بله. اسلام یعنی اسلام از اونجا شروع شده دیگه. بله بله. ما نمیتونیم که به قول معروف بگیم که نه حالا در این مورد توضیح میدم. بله بفرمایید. و در مورد همین چیز، در مورد سنگسار کردن اینا یا دست بریدن اینا، اینا قوانینی هست که گفت اصلا خیلی چیزا هست که خود از خود عربستان سعودی که سنی هم هستن. بله. یعنی اسلام اگر بگیم که با عربستان سعودی فرق میکنه، که فرق نمیکنه که، اسلام از اونجا اومده. خب حالا من یه پرسشی از شما دارم، آیا دبی کشور مسلمان هست یا نه؟ دبی کشور مسلمانه ولی به خاطر مسائل سیاسی اونجا. نه نه نه، ولی اون ولی رو قبول ندارم. اسلام رو با دین رو که نمیشه به واسه مسائل سیاسی عوض کرد. مسئله سیاسی چیه که اجازه میده شما مشروب بخورید؟ از باده خوردن به مسئله سیاسی مربوط نیست.
ببینید دبی حتی اونایی که مسلمان هستن متوجه شدید؟ بله. اینها مسلمانایی که به قول من باورمند به اسلام هستن هیچ وقت مشروب نمیخورن. بله. ولی اونایی که به اصطلاح باورمند نیستن یا اینکه سست هستن یا اینکه به قول من به هر دلیلی اونها بله اونها از صبح تا شب اصلا کارشون همینه. یا میرن توی بارها. بله. من اونجا زندگی کردم. بله بله. همین چون زندگی. ولی اونهایی که واقعا باورمند به اسلام هستن هیچ وقت نه مشروب میخورن نه از این کارا میکنن. بله. خواهش میکنم جوابتون رو میدم. بله. عرض کنم ما نگفتیم مشروب در اسلام حلاله. من هرگز همچین حرفی نزدم. نخست اینکه عربستان حتی از سنی پایه بالاتر اینا وهابی هستن. وهابی ها با سنی ها فرق دارن. سنی ها حنبلی، حنفی، شافعی و مالکی هستند. وهابی ها پیرو اون وهاب دین هستن، یه اسم که در و درازی هم داره. اینها میگن نص اون قرآن رو انجام باید بدیم بدون تفکر. خب اون برای خودش یه کاری میکنه. بعدم در خود قرآن هم میگه اجتنبو من الخمر و المیسر، نمیگه نخوریم، میگه دوری بگزینید. حالا ما اصلا نمیخوایم تعریف کنیم که برید مشروب بخورید، چون من خودم تا حالا لب نزدم. اما مسئله این است که مگه مصر مسلمان نیست؟ مگه اردن مسلمان نیست؟ مگه سوریه مسلمان نیست؟ مگه پاکستان مسلمان نیست؟ مگه لبنان مسلمان نیست؟ مراکش، تونس، الجزایر، اینا همه مشروب میخورن؟ بنابراین این نکته ای که دفعه سوم بخورین سرتون رو باید ببرن و اعدامتون کنن مسخره. البته خب گفتن نخورین یه قانون دینیه. خب اونا مسلمان نمیخورن، اما نه اینکه دفعه سوم اگه خوردن بکشینشون. سخن سر اینه، سخن سر مجازاتشه، نه تایید خوردن شراب. ممکنه خود منم مخالف باشه و هستم، اما دلیل نمیشه که اگه سه بار یکی شراب خود بکشنش. الو بفرمایید. الو بفرمایید خانم. های خوبتون. درود بر شما. من عرض کنم خدمتتون که ممکنه سوالی که میکنم مربوط به صحبت امروز شما نباشه، ولی یک ایمیل از ایران گرفتم. بله. عکسای فرش دادن یک ساختمانیه که بالاتر از میدان 25 شهریور. بله اون رو میدونم، اون مرکز سپاه پاسداران مخفیانه است اونجا. بله بازداشتگاه اونهاست. بله. اگر این شده بهتون ایمیلشو بفرستم. بله خیلی متشکرم. نه من ما داریم اینو پخشم شد. خیلی سپاسگزارم. خیلی متشکرم قربون مرسی. خواهش میکنم. بله مسئله این بود که وقتی میگن که سنگسار هست یا نه، ما ببینیم کشورهای اسلامی دیگه سنگسار توشون هست یا نه، میبینیم نیست. سرابهای قرآن هم بخونید، اگر شما یه آیه پیدا کردید در مورد سنگسار به بنده نشون بدید، نیستش در اینجا. این نکته است. ما قوانینی که هر دینی وضع میکنه برای پیروان اون دین لازم الاجراست. در ایران میگن، یعنی در اسلام میگه ربا حرامه. بعد وقتی خمینی اومد گفت ربا حرامه، رئیس بانک مرکزی رفت گفت قربان اگه ربا حرامه ما ورشکست میشیم. گفت یه اسم تازه‌ای بذارید، گوشت اسم جایزه. کلا سر خدا گذاشتن. اینجاست که میگم آخوند به هر طریقی که بخواد، با هر سازی که بخواد میتونه برخصه. داستان اینه، وگرنه قواعد رو ما کاری نداریم. قواعد هرچی هست، هر مسلمان دلش بخواد بره گوش بده، هرگی نمیخواد گوش نده. ولی اجرای مجازات مسخره است. بعد من 3 دقیقه بیشتر وقت ندارم. الو بفرمایید. سلام عرض میکنم. درود بر شما سرکار خانم. بفرمایید. من انقطاع هستم، بفرمایید. بله من 30 سال پیش که رفتم مکه یک مجتهدی راجع به دین وهابی صحبت میکرد، گفت که خدا شما نمیتونید متوسل بشین بگین که یا امام رضا یا حضرت عباس این کار منو بکن، هر چی میخواییم فقط از خدا بخواییم. درسته؟ اون مال وهابیانی، مال همه چیزهای مسلمانانه. یه مترجمی داشت که پسر عبدالعزیز بود در بلوچستان، اونم که رفت اونجا آخوندا کشتنش. بله. جوان بسیار خوبی بود و خیلی خیلی گل بود. بله. ناکشتن.
خواهش. واقعا خب ما فقط خدا و قرآن و حضرت محمد رو داریم دیگه، بس بوله. بله. میخواییم چیز دیگه. بله بله. خیلی. خاکی روغیه و سکینه و نمیدونه از چیزا درست میکنن اینا. دکان آخونده. که بگه که کارا رو نکنید. بله. خیلی سپاسگزارم. بله. این همه میگن، اصلا همه دین ها میگن فقط خدا باید باشه. اصلا به جز خدا رفتن به طرف کسی که کفره. آخونده یکی از نمونه های بارز کافر بودن در دنیا هستن، با این بقع بارگاه هایی که برای اماما ساختن و برای جیبشون دارن کار میکنن. آقای روستایی، خانم روستایی، آقای شهری، آقای درس خونده، آقای درس نخونده، تو میری امام رضا چی میخوای؟ اگه مسلمانی فقط از خدا باید بخوای، اگه نیستی که داری میری پول تو جا خونده میریزی، وگرنه برای خدا شریک چرا قائلی؟ این آقایون، این خانومهایی که به عنوان امامزاده و حضرت معصوم و غیره و غیره زادن، اینا یه آدم بودن. یک آدم در دستگاه آفرینش هیچ نقشی نداره. ممکنه آدم خوبی باشه، بودن، بله بودن، ولی تو میری از اون شفا میخوای؟ تو کافری، تو مشرکی، تو چند خدایی هستی؟ میری از امام حسین شفا میخوای؟ امام حسین در جنگ تازیان با ایرانی ها در جبهه مازندران علیه برادران و خواهران تو میجنگی. بله، جوانی بوده در سپاه عرب بوده، باید هم میاد میجنگی. ما به اون ایرادی نداریم، ما به تو ایراد داریم که میری کسی که پدران ما پدرانتون اجدادتون رو کشته میری اونجا زیارتش میکنی و از شفا میخوای. سخن با تو مازندرانی، سخن با تو ایرانی، تهرانی. امام رضا بسیار مرد خوبی بود. اولا اینا میگفتن که بنی عباس قاصبن، یعنی امام ها که بنی هاشم بودن میگفتن بنی عباس قاصبن. اون وقت مأمون بنی عباس که قاصب بود اومد به امام رضا گفت تو بیا ولیعهد من شو. گفت چشم. ای بابا اگه این که قاصبه تو چرا میری ولیعهدش بشی؟ بعدم یه انگور مسمومی رو خورد، مرد، انداختن گردن مأمون، گفتن مأمون کشتتش. ما فرض میکنیم درست باشه، مأمون کشتتش. آیا امامی که شما میگید عالم به سر و خفیاته نمیدونسته؟ و وقت تو میری از همین آدم هم شفا میخوای، هم گشایش کار میخوای، هم فلان میخوای، آستانش رو ماچ میکنی، ذریع رو میبوسی، ذریع صد ها نفر قبل از تو بوسیدن، معلوم نیست چه بیماری هایی داشتن، بعد پول میندازی اون تو که بره تو جیب آقای تبسی، میلیارد میلیارد پول ذخیره کنه در بانک های خارج، پسرش هم جانشینش بذاره که این گنج بادآورده رو اون پسرم دنبال کنه. کجای اینها درسته؟ کجای اینها و جزء کیشای وحدانیته؟ کجای اینها یکی پرستیه؟ کجای اینها خدا پرستیه؟ کجای اینجا شرک نیست؟ اینا شرکه. وقت ما در اینجا تمام شد، با پوزش از بینندگانی که روی خط هستن و نرسیدیم و دنباله تلفن‌ها رو بگیریم، همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. آقای میبودی هم آمدن و برنامه ایشون از ساعت 9 آغاز خواهد شد. همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و روزگار بر شما خوش. تا درودی دیگر، بدرود و پاینده ایران.